مدت زمانی که طول می‌کشد تا نوسانگر از مثبت آ دوم به بعد بیشینه برسد چند برابر دوره تناوب است. تی هشتم، تی چهارم، تی دوازدهم، تی ششم. ببینید بچه ها، الان نوسانگر شما در مثبت آ دومه، قراره بره به بعد بیشینه برای اولین بار، کمترین زمان رو هم از ما خواسته، پس باید برسه به مثبت آ. خب بچه ها، شما وقتی از مثبت آ دوم به مثبت آ میری باید ببینی رو دایره از کجا تا کجا رفتی. پس من میام اول یه دایره بر خودم میکشم، دامنه ها رو مشخص میکنم، مثبت آ منهای آ، نوسانگر من در مثبت آ دوم قرار داره و قرار از اینجا به دامنه مثبت برسه. خب بچه ها، مگه برای هر مکان یه زاویه تعریف نمیشه؟ چرا؟ پس یه خط میکشم، نقطه ای که در واقع سایش نوسان رو به وجود آورده رو پیدا میکنم، میرم تو مرکز، اینجا یه زاویه میسازه. این زاویه چند درجه است؟ پیشیشون. پس متحرک من از آ دوم راه افتاده، رو دایرم از این نقطه حرکت میکنه، شروع میکنیم حرکت کردن، میریم بالا به دامنه مثبت که رسیدیم دیگه ادامه نمیدیم، چون خود سوال پرسیده چقدر طول میکشه تا برای اولین بار به مثبت آ برسه. خب بچه ها، من تکلیفم رو انجام دادم، شما بگید متحرک من از آ دوم به آ رسیده، روی دایره چقدر چرخیده؟ این زاویه که من رنگش کردم رو شما بگید. این دلتا تتا برابر میشه با پی دوم، یعنی کل این ربع منهای پی ششم که معلومه پی سوم میشه. شما اگر دلتا تتا رو داشته باشید دیگه میتونید زمانو به دست بیارید. چه جوری؟ میتونم بنویسم دلتا تی مساوی با دلتا تتا بر روی اومگا، دلتا تتا بر روی دو پی، اینم که پی سوم هست، پی سوم بر روی دو پی تیوم، پیا با هم ساده میشن، دور در دور نزدیک در نزدیک کنیم، تی میاد تو صورت، سه دوتا هم میشه شیشتا. پس دلتا تی برابر است با تی شیشم، پس جواب به راحتی به دست اومد. پس دقت داشته باشید بچه ها، یه نتیجه هم میشه گرفتا. ما الان نصفه نزدیک به مرکز رو در مدت تی دوازدهم، نصفه دور از مرکز رو در مدت تی شیشم طی کردیم. دیگه چی میتونیم یاد بگیریم؟ از الان تو هر بازه‌ای که دلتون خواست شما فقط به من بگید چند درجه چرخیدین، زمان به راحتی به دست میاد. ولی میشه لم دیگه هم یاد گرفت. دقت کنید، من میخوام یه لم بهتون یاد بدم. دلتا تتا برابر با پی سوم، دیگه نمیخواین کارا رو انجام بدید، فقط دلتا تتا رو به دست آوردید، میخواید سری بگی زمان چقدره. ببینید بچه ها، شما اگر بیاید پی رو به تی تبدیل کنید، مخرج رو در دو ضرب کنید، جواب به دست میاد. یعنی دلتا تتا شما اگر پی سوم باشه، مثل تمرین قبلی که الان حل کردیم، میشه تی بر روی 3 ضرب در 2 برابر است با تی ششم. یا اگر من بیام یه زاویه دیگر رو مثال بزنم، مثلا پی ششم، شما برای پی ششم میتونید پی رو به تی تبدیل کنید، مخرج رو در 2 ضرب کنید، یعنی جواب برابر میشه با تی 12م. اینم بذارید کنار. یه زاویه نامشخص دیگه، پی چهارم رو در نظر بگیریم، پی رو به تی تبدیل میکنیم، مخرج رو در دو ضرب میکنیم، پس جواب آخر ما برابر میشه با چقدر؟ تی هشتم. یا زاویه بعدی، دو پی سوم، پی رو تبدیل میکنیم به تی، میشه دو تی تقسیم بر سه ضرب در دو هم میشه شیش، پس حاصل برابر میشه با دو تی ششم یا تی سوم. این لم رو میتونید در حل تستاتون به راحتی استفاده کنید، ولی توی امتحان پایان ترم بهتره که ازش استفاده نکنیم. پس بچه ها یه بار دیگه میگم، اگر دلتا تتا رو داشتید نخواستید از رابطه اومگا تی رو به دست بیارید، میتونید مستقیم صورتی که از اگر پی داش که حتما داره، پی رو به تی تبدیل میکنید، مخرج رو در دو ضرب میکنید. نکته که اینجا میخوام بهتون بگم، یکی از نکات تستی بسیار بسیار کاربردی در حل مسئله ها و تستای این بخش هست. ماجرا چیه؟ اگر من دامنه نوسان رو نصف کنم، نوسانگر من نصفه نزدیک به مرکز نوسان رو در زمان کوتاه‌تری طی می‌کنه. میگید چرا؟ به خاطر اینکه حرکت نوسانی یک حرکت شتابدار با شتاب متغیره و هر چقدر به مرکز نوسان نزدیک‌تر میشه سرعتش بیشتره. پس طبیعتاً اون مسافت رو در زمان کمتری طی می‌کنه. آیا ما این فاصله رو حساب نکرده بودیم؟ اگر شما دامنه رو نصف کنید، چه بالا چه پایین، چه ربع‌های بالا چه ربع‌های پایین، فرقی نمی‌کنه. نصفه نزدیک به مرکز در مدت تی دوازدهم و نصفه دور از مرکز در مدت تی ششم طی خواهد شد. اینو قبلا اثبات کردیم. حالا از دامنه تا مرکز جمع این دوتا میشه برابر میشه با تی چهارم. از دامنه تا دامنه منفی جمع دوتا تی چهارم که میشه تی دوم. خب بگی اینا میشه حسابشون کرد، نیازی نیست حفظ کنیم، ولی بچه ها اونقدر تو تستا تکرار شده که به نظر من اگه دانش آموز بتونه این دوتا نکته رو به خاطر بسپاره، راه حلش خیلی کوتاه‌تر خواهد شد. پس یه بار دیگه میگم، اگر نوسانگر ببینید
اگر دامنه نوسان را نصف کنیم، نوسانگر نصفه نزدیک به مرکز را در مدت تی دوازدهم و نصفه دور از مرکز را در مدت تی ششم طی می کند. خب به عنوان نمونه دقت کنید، یک حرکت نوسانی با دوره 4 ثانیه دامنه 2 سانتی متر و فاز اولیه پی ششم رادیان چند ثانیه پس از لحظه تی مساوی با صفر بعد حرکت برای اولین بار منهای 1 سانتی متر می شود. 1 2 1 2 1 4. دقت کنید بچه ها، الان فاز اولیه رو به من داده. فاز اولیه یعنی چی؟ یعنی من از کجا باید حرکت کنم؟ خب فاز اولیه پی ششم باشه، این ربع اول هستش. دامنه نوسان 2 هست، قراره برسم به منهای 1، یعنی قراره برسم به نصف دامنه اما تو ناحیه منفی ها. دوره هم که 4 ثانیه است. من میخوام اینم مدت زمانش چقدر است. به نظر من بیاید توجه کنید، با دو روش این رو حلش کنید. دقت کنید، راه اول، من اول یه دایره برای خودم میکشم. خب وقتی صورت سوال میگه فاز اولیه پی ششمه، یعنی نوسانگر من در ربع اول، دامنه ها هم که هر کدوم 2 هستن، در ربع اول قرار گرفته در لحظه 0 زاویه پی ششمه، یعنی از اینجا حرکت کرد. خب تصویر این نوسانگر رو به ما میده، یعنی نوسانگر من از اینجا راه میفته تا برسه به جایی که به منهای 1 برسه. پس اول باید بره بالا، بعد بیاد تا به منهای 1 برسه. وقتی به منهای 1 رسید برای اولین بار در ربع چندم قرار گرفته؟ سوم. حالا بچه ها، هر مکانی یه زاویه براش تعریف میشه. این زاویه رو چجوری حساب کنم؟ میگم برو رو دایره، این نقطه به دست میاد، زاویه‌ای که در واقع با افق می‌سازه، این زاویه می‌خوام ببینیم چنده. خب مشخصه منهای 1 رو تقسیم بر منهای 2 کنیم میشه 1/2. سینوس چه زاویه 1/2 هست؟ پی ششم. یعنی متحرک من وقتی که از فاز پی ششم راه می‌افته برای رسیدن به منهای 1، یعنی باید بره به دامنه مثبت بیاد به منهای 1، زاویه‌ای که طی می‌کنه برابر با این مقدار دلتا تتاست که من اینجا رنگش کردم. این زاویه دلتا تتا چند درجه است؟ کاملا مشخصه، این پیشیشون با پیشیشون متقابل برسن. پس خطی که من اینجا رسم کردم زاویه 180 رو داره نشون میده، ولی میتونید جمعش بکنید زاویه ها رو دونه دونه، یعنی بنویسید دوره تناوب 4، دامنه هم 2، دلتا تتا یه پی سوم اینجا قرار داره چون از 90 پیشیشونشو برداشتم، یه پی دوم در این نقطه قرار داره، یه پیشیشون اینجا هست. اگر اینا رو با هم جمع کنم میشه پی. حالا شما دلتا تتا رو دارید، وقتی دلتا تتا رو داشته باشید دلتا تی رو چجوری به دست می آوردیم؟ می نویسیم اگر دلتا تتا پی یکم فرضش کنیم، پی رو می آییم به تی تبدیل می کنیم، مخرج رو در 2 ضرب می کنیم، تی دوم میشه. تی هم که 4 ثانیه بود، اگر جاگذاری کنیم 4 تقسیم بر 2 جواب ما میشه 2 ثانیه. این میشه روش اول که راه اصلیمونه، راه کلی که تو امتحان هم میتونیم ازش استفاده کنیم. اما راه حل دوم، ببینید بچه ها، یه دایره برای خودم میکشم، دامنه نوسان 2 و منهای 2ه، فاز اولیه حرکت چند بود؟ پیشیشون. پس فاز اولیه رو مشخص میکنم. نوسانگر من کجا قرار داره؟ باید یاد بگیریم، باید از قبل بدونیم. برای هر زاویه یه مکان تعریف میشه، برای هر مکان یه زاویه. زاویه پیشیشون مکان نصف دامنه رو میده، یعنی اگه دامنه ما برابر با 2 هست، مکانمون قطعا مثبت 1 خواهد شد. پس میام اینجا، این نقطه در واقع مثبت 1ه، پس من از مثبت 1 دارم حرکت میکنم، میخوام به کجا برسم؟ به منهای 1. ببینیم چه جوری باید حرکت کنیم. پس منهای 1 اینجاست، میرم به دامنه مثبت، میام تا منهای 1. حالا یه سوال، این یه تیکه ای که این بالا قرار گرفته چقدر هست؟ تی ششم. از دامنه مثبت تا مرکز چقدره؟ تی چهارم. از مرکز تا نصف دامنه چقدر هست؟ تی دوازدهم. حالا زمان کل حرکت چقدر میشه؟ تی ششم و تی چهارم و تی دوازدهم رو با هم جمع میکنیم. اگر تی ما 4 باشه، دامنمون 2 باشه، دلتاتیمون میشه تی ششم، تی چهارم، تی دوازدهم. اگر مخرج مشترک بگیریم میشه تی دوم. تی رو هم که خودش به ما داده 4، پس 4 تقسیم بر 2 جواب برابر میشه با 2 ثانیه. بازم همون جواب به دست اومد، فرقی هم نکرد راه حلش. نه، هر کدوم راحت ترید، با هر کدوم ارتباط بهتری برقرار میکنی تو حل تستات از همون استفاده کن، ولی روش بسیار جالبی هست. سوال بعدی، در یک حرکت نوسانی ساده به معادله ایگرگ مساوی با آ سینوس امگا تی، بعد حرکت در یک لحظه مثبت آ دوم و دلتا تی 1 ثانیه بعد در مثبت آ دوم و دلتا تی 2 ثانیه بعد از آن، بعد نوسان منهای آ دوم می شود، نسبت دلتا تی 2 به دلتا تی 1 کدام است؟ 1 1/2، رادیکال 2 و 3. من یه سوال از تو می پرسم، متحرک من
در مثبت آ دوم قرار داره، دلتا تی یک ثانیه بعدم باز در مثبت آ دوم قرار داره. این یعنی چی؟ بگید. کاملا درسته. یعنی این که نوسانگر رفته برگشته در جای اولش. حالا چجوری چنین چیزی امکان پذیره؟ بیایم شکلشو ببینیم. دامنه نوسان منهای آ و مثبت آ در لحظه ای که ما میخوایم مسئله رو حل کنیم در مثبت آ دوم قرار داره. خب اگر در مثبت آ دوم در حال بالا رفتن باشه، این میره به دامنه مثبت برمیگرده میاد سر جای اولش. الان ما میتونیم بگیم دلتا تی یک ثانیه طول کشیده تا به مثبت آ دوم مجددا برگرده. خب شما بگید ببینم الان از نصف دامنه تا دامنه مثبت چقدر بود؟ تی ششم. از دامنه مثبت تا نصف دامنه برگرده بازم همون تی ششم. حالا اگر از شما بپرسم جمع این دوتا چند میشه، میگید دوتا تی ششم. پس اون دلتا تی یکی که صورت سوال گفته دو برابر تی ششمه. خب حالا از اینجا من میخوام حرکت کنم بیام پایین. به کجا؟ به منهای آ دوم برسم. پس این مسیر رو باید طی کنم بیام پایین. وقتی قراره بیام به منهای آ دوم، دو تا تی دوازدهم رو باید طی کنم. یعنی یه تی دوازدهم اینجا، یه تی دوازدهم در قسمت پایین. حالا اگر من جمع این دو تا رو حساب کنم میشه دو تا تی دوازدهم. صورت سوال چی خواسته؟ میگه این دلتا تی دو تو چند برابر دلتا تی یک؟ خب تقسیمشون کن. اگر من این دو تا رو تقسیم کنم، دو تا تی دوازدهم، دو تا تی ششم، دور در دور، نزدیک در نزدیک کنیم میشه یک دوم. جواب به راحتی به دست میاد. میدونم چی میخوای بپرسی. میگه خب از کجا معلوم که ربع اول بوده؟ شاید در ربع دوم بوده، اومده پایین برگشته اینجا، مجددا رفته بالا، اومده منهای آ دوم. من اینو هم حساب کردم، جواب همین به دست میاد، فرق نمیکنه. به همین خاطرم صورت سوال اطلاعاتش رو مبهم به شما داده. یعنی شما هر ناحیه‌ای بگیرید جواب یکی به دست میاد. میتونید امتحان کنید، جوابشو بعدا برام بنویسید.